بسیار خوب دوستان عزیز، خوشحالم از حضور یکایک شما. همونطور که قبلا اعلام شده، دوست از ما عبدی جوادزاده که همیشه لطف دارن به ما و همیشه با صحبت‌های خوب که میتونین در سایت گفتمان صحبت‌های قبلیشون رو ببینین، اینجا مهمون ما هستن و برای ما راجع به بحران کرونا و بعضی از پیشبینی‌های اجتماعی اقتصادی اون صحبت میکنن. اسلاید های صحبت ایشون در سایت گفتمان گذاشته شده به صورت JPEG. اگر روی فایل دوم بزنین میتونین اونا رو ببینین. عبدی جان بفرمایین راجع به بحثتون و چطوری بحث رو میخواییم پیش ببرین، برای ما صحبتتون رو شروع کنین. خیلی متشکرم و میکروفون در اختیار شما، بفهم صحبتتون رو میتونین شروع کنین. زنده باشین، متشکرم، حسن نباشین. مرسی پرواز جان. صدا هست؟ سلام دوستان، رفقا، بعد مدت ها دوباره نمیبینم اتون ولی میشنوم اتون، خیلی خوشحالم. در حال این صحبتی که من میخوام امروز بکنم، با اینکه اون پاورپوینتی که فرستادم و پرواز احمد پیشت گذاشت آنلاین، ممکنه بحثی که میخوام بکنم به نظر بیاد که میخوام یه سری در واقع آینده نگری، اونم نه آینده نگری خیلی مشخص، همون چیزایی که خود دوستان رو فقط میدونن، مطرح کنم، ولی بیشتر منظورم از این بحث اینه که نه اینکه به جنبندی خودم رسیدم، بلکه طرح نظرمه و بیشتر گفتگوه تا اینکه اون چیزی که من میگم در واقع اون چیزیست که خواهد شد یا حتی جنبندی خاصی کردم. من الان از موقعی که داشتم فکر میکردم که این بحث رو کنم یه 4-5 هفته میگذره و تو این 4-5 هفته به خاطر خوب همین شرایط کرونا یه سری تحقیقات کردم و قبل از این 4-5 هفته هم، یعنی توی این 5-6 ماه اخیر در رابطه با بحرانی که البته میگم تو صحبتام گفتم و خیلی از دوستان رفقا من شنیدم که خودشون این صحبتام کردن، سرمایه‌داری جهان منتظر یه مقدار بلندتر چشم سرمایه‌داری جهان منتظر یه بحرانی به این شکل بود، ولی تضادی که داره اینه که من اینجوری فکر می‌کنم با رفیقم پروازم که صحبت می‌کردم اینجوری مطرح کردم که اگه سرمایه‌داری سوار درشکه بود و داشت به سمت این بحران می‌رفت، الان سوار موشکه و داره به سمت این بحران میره. یعنی اگه اون موقع 6 ماه که شاید اگه خیلی عقب مینداختن 1 سال طول میکشید که به بحران برسن، الان همونجوری که دیدیم توی 2-3 هفته‌ای به این بحران رسیده سرمایه‌داری. یعنی وقتی که مطالب تئوریسین‌های اقتصادی و تئوریسین‌های سیاسی رو میخونیم توی این دوران، توی این 3-4 هفته اخیر، خب هر کی برای خودش نظری داره، ولی اصلا به نظر نمیاد که جنبندی خاصی دارن و بیشتر در رابطه با هول کردن دارن بحث میکنن تا اینکه در رابطه با میشه برای سرمایه‌داری جهانی یه برنامه دراز مدتی گذاشتن. و اگرم توجه کنین تمام برنامه هاشون کوتاه مدته. این کوتاه مدت بودن برنامه به خاطر فقط مسائل کرونا و اقتصادی رو که کرونا با خودش به همراه آورد نیست، بلکه این قضیه سیستماتیکه که سرمایه‌داری جهانی نمیتونه، همونجوری که میدونیم، شرایط حل کردنش رو، یعنی تضادی نیست که بتونه حل کنه، لاینحل، فقط میتونه به عقب بندازه و یا میتونه منتقلش کنه به این ورانور سیستم اقتصادی یا حتی از نظر جغرافیایی از آمریکا ببره چین، از چین ببره کانادا و غیره. اگه بخوایم خیلی واضح تر، یعنی با
مثلا زبان خیلی ساده اگه به اینو بخوایم بگیم، من این بحث در رابطه با سیستم جرمشناسی آمریکا میگم، موقعی که 95% مردم میرن توی دادگاه و نمیتونن به اون لایحه ششم که باید حق دارن که هیئت جوری تصمیم گیری و غیره بکنه برسن، بنابراین سیستمی است که از اساس باید عوض شد. سیستم سرمایه‌گری سیاسی اقتصادی و مشخصا اقتصادی اخیر رو توی فقط قرن 21، یعنی از سال 2000 تا امروز 2020، این 20 سال اخیر نگاه کنیم، سه تا بحران بسیار شدید داشته. یکی اون اوایل 2000 بود که اون میلیاردها میلیارد دلار از دست داده شد توی اون، نمیدونم یادتونه، حتما یادتونه دوستان و رفقا، بیشتر همسنای منی، شاید یه خورده جوانتر، ولی حتما سال 2000-2001 یادتون میاد که اون دات‌کام ریسشن، یعنی تمام این شرکت های دات‌کامی که به وجود اومده بودن تقریبا 90%شون از بین رفت. اون یه بحران، بعد دوره 2008 یه بحران دیگه، 2008-2009، و این بحران ها بحران های اون چرخشی یا سیکلیکالی که معمولا 10-12 ساله بود نیست، بسیار بسیار فاجعه تر، یعنی فاجعه آمیزتر برای سرمایه داری بود تا قبل. میشه 2000-2001-2008-2009 و امروز که اقتصاددانای جدی، نه اقتصاددانای ایدئولوژیک، یعنی اونایی که میان و میخوان یه جوری از نظر ایدئولوژیک سرپوشی کنن این بحران و غیره رو نمیگم، بلکه اونایی که جدی هم توی قضیه اقتصاد اگه بخونین و به حرفاشون گوش بدین، معتقدن بعضیشون که این بحران از بحران Great Depression، یعنی 1931-32 خیلی عمیق‌تره و عمیق‌تر خواهد بود. بنابراین یه سیستم اقتصادی که توی 20 سال سه تا بحران به این شکل داشته باشه، و ما اینو یه سیستم اقتصادی مثلا یه کشور نمیدونیم یا نمیبینیم، که ما اینو سیستم اقتصادی جهان داریم میبینیم، 200 و خورده ای کشور تو دنیا هست و مثلا 180-190 تاشون برای از این بحران ضربه میبینن. اگه یه همچین سیستمی پیدا کنیم که توی 20 سال به این شکل ضربه خورده و به این شکل بحرانی بوده، خب معلومه سیستمی نیستش که بتونه خودشو در دراز مدت نگه داره. و دراز مدت هم من منظورم 50-100 سال نیست، بلکه حتی 10-20 سال آینده فکر نکنم سیستمی باشه که بتونه خودشون نگه داره. اگر این اقتصاددانای جدی رو که راجبش صحبت میکنم، و من وقتی میگم جدی منظورم اقتصاددانای چپ یا اقتصاددانای مارکسیست یا اقتصاددانای سوسیالیست نیست، اقتصاددانای هستن توی خود سیستم سرمایه داری که واقعا تئوریک نگاه میکنن به این قضیه و کمتر ایدئولوژیک، و برای نگه داشتن سیستم سرمایه داری، نه از بین بردنش. حتی اون اقتصاددان ها هم وقتی که مطالبشون رو میخونین اخیراً، معتقدن که این سیستمی نیستش که بتونه خودشون نگه داره، و معتقدن که به قول خودشون، کلمه‌ای که به انگلیسی حالا ازش استفاده میکنن، fundamental change، یعنی تغییرات بنیادی باید داده بشه توی این سیستم سیاسی اقتصادی رو مطرح میکنن. یکی از این اقتصاددان ها من فهم میکنم یه آدمی به اسم، حتما شنیدین اسمش، ری دالیو، آدمیست که سرمایه داره، یعنی خودش هم میگه من سرمایه دارم و غیره، ولی اگه نگاه کنین مطالبش بخونین میبینین که خیلی راحت مطرح میکنه که سرمایه داری با دو تا چاه خیلی عمیق امروز برخورد کرده. یکی از اون چاه ها چاه اینکامه، یعنی همون درآمدی که مردم دارن یا داشتن که ندارن. یه دونه دیگه هم که این بهش میگه بالانس شیتس، یعنی در واقع بالانس شیتس منظورش پولی که
در پسنداز هست و پول واقعی که در دست مردم یا بیزنس ها هست و و به اصطلاح کلاترال، اون چیزایی که میشه روش حساب کرد، مثلا مثل کارخونه، مثل هواپیما و غیره، اون چیزایی که دارن، مطرح میکنه که این دوتا چاهای عمیقی هستن که سرمایه‌داری باش مواجهه. و حتی این آدم سرمایه‌دار، یعنی اقتصاددان سرمایه‌دار، هم مطرح میکنه که به این شکلی که سرمایه‌داری داشت پیش میرفت و همونجور که میدونیم سرمایه‌داری لغتش یادم نمیاد، سرمایه‌داری فایننس کپیتال، یعنی یکی الان بالاخره می‌نویسه کلمه فارسی شو، مالی، دقیقا سرمایه‌داری مالی نمیتونه به این شکل ادامه بده. یعنی سرمایه‌داری امروز در جهان هستی بین، بگه داره که کیو بخونین و چه آماری رو نگاه کنین، هستی بین 50-55% سرمایه‌داری در جهان داره با سرمایه مالی میگرده و بیشتر اون سرمایه مالی قرمزه. قرمز یعنی بدهکاریه، نه طلبکاری. طلبکاری خب از بانک‌ها و شرکت‌های مالی بزرگ هست، ولی بیشترش بدهکاریه. و سرمایه‌داری جهان، اون به اصطلاح اون سرمایه‌ای که داره به دست میاره در روز و اون سودی که داره به دست میاره در روز، در واقع از تولید کالا لزومن نیست، بلکه از بازی کردن با پول، یعنی قرض دادن تو استاک مارکت و اکسچنج نم غیره و غیره هستش که داره پول در میاره. این سرمایه داری به این شکل ضربه خورده که، یعنی اگه رقماش رو بخواییم نگاه بکنیم، توی آمریکا تخمینی که زدن 5 تریلیونه و توی دنیا تخمینی که زدن 23 تریلیونه. و یعنی 23 تریلیون دلار که ناگهان سرمایه داری از دست بده، ضربه خیلی شدیدی هم که از این عدد معلومه. من داشتم یه جا میخوندم اگه شما 100 دلاری ها رو هم بچینین، هر 7 تریلیون دلار یه ساختمون امپایر استیت میشه. یعنی 23 تریلیون میشه 3 تا ساختمون 100 دلاری رو هم دیگه بچینین امپایر استیت به اضافه یه خود دیگه. یعنی ببینین چقدر ناگهان پول از دست دادن، یعنی واقعا سرمایه از دست دادن در جهان اون کسایی که به اصطلاح توی این سیستم مالی سرمایه گذاری کرده بودن. دقیقا این تازه اولشه و دقیقا اون صحبتی هم که من اول کردم، یعنی وقتی گفتم که اینا در پانیک مود هستن، یعنی هول کردن همشون، این نیستش که این قضیه الان، یعنی بعد 4-5 هفته تموم شد و میشه دوباره برگشت سر جاش، بلکه این تازه اول قضیه است و حتی به ته چاه هم هنوز نرسیده. یعنی این چاهیست که هنوز تش معلوم نیست، یا به قول پرواز tip of the iceberg. این من توی سلایدی که گذاشتم، اگه دوستان داشته باشن یا بتونن برن نگاه کنن، من یه خورده این سلایده چند تا 30 تا سلایده، بعضیش مثلا شاید 3-4 ثانیه‌ای باشه ولی بعضیش ممکنه توضیحی باشه. من اینا رو گذاشتم شاید یه مقدار اگر توجه کنید نظم فکری من رو نشون نمیده این پاورپوینت، بلکه پراکندگی فکر برای نشون میده. در هر حال سلایدهایی که گذاشتم اگه بتونید نگاه کنین، دونه به دونه یه سری مسائل رو مطرح میکنه که ممکنه اگه دوستان رفقا نگاه میکنن اینا سیستماتیک نباشه، ولی مسائلی است که به نظر من برای بررسی برای این بحران مهمه که ما بهش نگاه کنیم. اولین سلاید نمیدونم میبینیم یا نه، ولی اسمش گذاشتم Requiem for New Liberalism Globalization، یعنی
اینا متاسفانه انگلیسی هم میدونم، خیلی از دوستان رفقا از کشورهای دیگه هستن و لزوما ممکنه با این زبان انگلیسی به اون شکل آشنایی نداشته باشن، آلمانی و سوئدی و غیره و غیره، ولی من حالا سعی میکنم چون زیاد لغتم توش نیست، بیشتر گراف و نمودار و اینا. رکویم اون چیزیست که می نویسن، یا یه تیکه موسیقی یا یه تیکه شعر، یه چیزیست که می نویسن برای مرگ یه نفر، و من اینو گفتم این قطعه برای مرگ نئولیبرالیسم که اصطلاح جهانی شدن رو دامن زده. چون اگر نگاه بکنین مثلا گلوبالیزیشن یا جهانی شدن سرمایه، ما میتونیم بحث کنیم که مثلا 400-500 سال و حتی شاید 1000-2000 سال قدمت داره، ولی اون جهانی شدن سرمایهی که مد نظر ما هستش، اون جهانی شدنی است که از نئولیبرالیسم زاده شد، یعنی سیاست های نئولیبرالیسم که از دهه 80 این اوایل دهه 80 شروع شد، البته تئوریاش از دهه 60 از طریق فریدمن و غیره بیرون اومد، ولی موقعی که سیاست شد در واقع از دهه 80 بود، 80-81 با ریگان و با تچر و با چند تا کشور دیگر، البته شاید بعضی بحث میکنن به درستی، ولی این سیستماتیک نبود که اولین موردش توی شیلی بود سال 1973 که آینده کودتایی که تو شیلی شد و آینده یا آلنده برکنار شد. در حال این نئولیبرالیسم که من مد نظرم هستش که شروع کرده سرمایه‌داری جهانی رو، به نظر من به آخر رسیده و این بحران داره این خبر میده از این آخر. سلاید دومی اگه نگاه بکنیم، من این از تو اکونومیست در آوردم، یعنی مجله اکونومیست که مجله محافظه‌کاریه، به خودشون معتقدن لیبرالن چون به دیگران میگن محافظه‌کار، ولی مجله محافظه‌کاریه از دید حتی سنتریستا، یعنی اونایی که وسط این قضیه هستن به نظرشون موازه. حالا در هر حال چیزایی که میدن، آماری که میدن معمولا میشه روش حساب کرد، حالا تحلیلشون رو بذاریم کنار، آمارشون رو میشه روش حساب کرد، و این نموداریست که من گذاشتم برای اسلاید دوم، نمیدونم باز میبینین یا نه. از 0 تا 100 یعنی این درصدی است که مردم کار از دست میدن توی حیطه تحصیلات، کمترین تأثیر رو گذاشته، یعنی حدود 2-3% از مردم که توی رشته تحصیلات، حالا تحصیلات اولیه یا دانشگاهی و غیره هستن، کار از دست دادن. چون مثلا من خودم، ما الان داریم همه کلاسامون رو آنلاین درس میدیم و تقریبا بدون وقفه، یعنی از اون موقعی که به ما گفتن برین خونه و دیگه دانشگاه نیاین، که ما اومدیم دیگه از خونه شروع کردیم درس دادن آنلاین، تقریبا هیچ وقفه ای نبود، یعنی درست روز بعد شروع شد، یا مثلا ما پنجشنبه که تموم کردیم دوشنبه دوباره شروع شد و همه چیزم آنلاین بود، و توی اون یکی دو روز مثلا اونایی که وارد نبودن چجوری درس بدن آنلاین، بهشون چند تا جلسه تعلیماتی دادن مثل زوم و کنوس و غیره، این برنامه‌ای است که باهاش آنلاین درس میدن، و استاد رفتن خونه‌شون رو شروع کردن درس دادن و هیچ وقفه‌ای هم توش نبود. من یه 3-4 تا رفیق معلم دارم، یعنی دبیرستان و دبستان درس میدن، که اونا هم با این که خب با دانشگاه فرق میکنه و مدارس زیاد آنلاین درس نمیدادن، بیشتر کلاس هم که آنلاین بود کلاس های دانشگاهی بود، ولی اونا هم سریع رفتن خونه و شروع کردن آنلاین درس دادن تقریبا بدون وقفه. بنابراین تحصیلات توی اینم مال دنیاست، مال این آمار مال فقط آمریکا نیست، تحصیلات کمترین ضربه رو دیده از نظر بیکار شدن،
که حدود 2-3% مردم توی این رشته کارشون از دست دادن. بعد از تحصیلات میرسه به کشاورزی که حدود 20-22% از دست دادن. بعدش میرسه به کانستراکشن یا راه و ساختمون سازی در واقع که حدود 42% از کار از دست دادن. بعد هنرهاست که حدود 50-60% از مردمی که توی این رشته کار میکردن کار از دست دادن. بعدیش تولید، یعنی مانیفکتورینگ، تولید در کارخونه و غیره که تا 80% هم مردم کار از دست دادن و بیشترینش که حتی به 99-98% رسیده توی فروش عمده و فروش خورده بوده، یعنی هولسیل و ریتیل. نمیدونم الان من میبینم 20 نفر توی این اتاق هستن. اگر این محوری نمودار رو میدیدین، یعنی اگه کلیک کنین روی این اصطلاح پاورپوینت، خیلی برای دوستان و رفقا واضح تره وقتی من صحبت میکنم اگه اینو بتونین نگاه بکنین. بنابراین اگر میتونین پاورپوینت رو واکنین خیلی فکر میکنم کمک کنه. خب وقتی که نگاه میکنه ببینیم یه نفر الان من دیدم، بله، دلیل به اون دلیل گفتش که 22 میلیون، تا 22 میلیون 23 ممیز 2 میلیون تا دیروز بوده که تو آمریکا فقط کار دست دادن. یعنی تمام تاریخ آمریکا، تاریخ اقتصادیش، یه همچین چیزی دیده نشده که توی 3-4 هفته 23 ممیز، حالا بیشتر هم خواهد شد، تا 24-5 میلیون آدم میرسه که کارشون از دست دادن. و این بازم همونجور که گفتم به این بحران خیلی اضافه میکنه. سلاید بعدی مرجرز، یا من این لغتای فارسیش متاسفانه نمیدونم، این وقتی که دوتا شرکت با هم دیگه، یعنی یه معمولا اینجوریه که یه بزرگ کوچیک‌تره رو میخره، بعد بهش میگن ادغام. بله، ادغام ها بوده که یا بهش میگن مرجر یا اکوزیشن، یعنی یا خریداری شده شرکت کوچیک‌تر، یا اینکه، یا به یه زبان دیگه زد و بند. زد و بند نیست، این زد و بند یه خود ساده است، بلکه تیتر سلایدی که میگم، سلاید سومه، گلوبال مرجرز، زد و بند نیست بلکه کمپانی های بزرگ کمپانی های کوچکتر خوردنه. این همون بحثیست که مارکس میکنه که این خاصیت سرمایه داریه که انحصاری میشه و انحصارها اون سرمایه کوچکتر رو مدام میخرن و ادغام میکنن و مال خودشون میشه در واقع. که اگه نگاه بکنین یه نموداریه که از 1985 شروع میشه تا 2019، یعنی پارسال، که ببینین مدام اگه این نمودار رو خوب دقت کنین، هر دورانی که این نمودار میره بالا و به چندین تریلیون دلار میرسه، ببینین درست بعد بحرانه، یعنی یه بحران اتفاق میفته، شرکت های کوچکتر بیشتر ضربه میبینن، شرکت های بزرگتر میبینن فرصت خوبیه و میخرنشون. خب اونم که میبینن دارن ورشکست میشن، بیشتر راغبن که بفروشن تا اینکه اساسا ورشکست شن، میخرنشون. بعد دوباره میگذره 2003-4-5 میگذره، بعد یهو اگه نگاه بکنین 2007-2008 یهو میره بالا، یعنی بعد بحران دوباره شرکت های بزرگ کوچیک‌تر رو میکنن. بعد نگاه بکنین بعد 2007-2009 مدام داره خریداری میشه. من یه سلاید دیگه دارم، شاید اونو باید میذاشتم بعد از این سلاید، ولی سلاید سلاید 21ه اگه نگاه بکنیم. من اینو چون الان داریم رجوع صحبت میکنیم دارم میخونم، چند تا مثاله که بی بی ام تی سانتراست رو خرید 1.6 میلیارد دلار،
شواب امریترید رو خرید 2 میلیارد دلار، ریتنان یکی از دیفنس کانترکتور یکی از تولیدات نظامی رو میکنه، یو تی سی رو خرید و کلن تو امریکا 2019 12,781 مرجر بود که رو هم 280 میلیارد دلار شد و 4 تریلیون دلار فقط تو 2008، 4.7 تریلیون دلار 2015 تخمینی که زده میشه بعد از این بحران 2020، یعنی این بحرانی که الان توش هستیم، تا 6 تریلیون دلار مرجر خواهیم داشت. یعنی 6 تریلیون دلار شرکت‌های بزرگتر شرکت‌های کوچکتر رو می‌خرن. یعنی یکی از اون مثلا پیش‌بینی‌هایی که شده، من نمی‌خوام بگم پیش‌بینی‌هایی که من کردم، پیش‌بینی‌هایی که شده، پیشگویی‌هایی که شده دقیقاً همینه که متأسفانه، شاید در دراز مدت خوشبختانه چون از بین رفتنشون بهتره، متأسفانه شرکت‌های بزرگ که اینجور بحران‌ها به خصوص این بحران بزرگتر و بزرگتر میشن، چون شرکت‌های کوچیک رو همینجوری که می‌بینیم داریم می‌بینیم همین الان دارن می‌خرن. و مثلا ما اگر من یه مثال بزنم، سال 1995 26 تا مونوپولی 26 تا مونوپولی ماشین داشتیم تو دنیا، یعنی تولید ماشین، یعنی اتومبیل سواری. 2008-2009 6 تا داشتیم، یعنی انقدر بزرگا کوچیک‌ترا رو خریدن. مثلا اگه نگاه بکنیم توی شرکت های دارویی این مرجر ها خیلی بیشتر خواهد بود، بانک ها خیلی بیشتر خواهد بود. ما قبل از بحران 85% سرمایه های آمریکا فقط دست 5 تا بانک بود، ویلز فارگو و سیتی و چیس و جی پی مورگن که اینا خریدن و بانک آف امریکا. و من حد میزنم بعد از این بحران شاید حتی همین این 3 تا 4 تا بانک باشن که مثلا 98% 99% کل سرمایه های آمریکا رو کنترل میکنن یا دارن. سلاید بعدی، یعنی 4 تا سلاید بعدی، من فقط خواستم ببینیم که این از نظر مالی چقدر سقوط کرده. اگه نگاه بکنین سال 2000 این شرکت های S&P هستن، شرکت های بورسی هستن، تا 50% سقوط کرد. بعد اگه نگاه بکنین 2007 رسید به، یعنی ببخشید 2664 روز طول کشید که سقوط کنه، 2007 400 روز طول کشید که سقوط کنه تا 60%، 2020 یعنی امروز فقط 5 روز طول کشید که 33% سقوط کنه. یعنی من نمیدونم، من دارم عدد زیاد میدم، اگر توی صحبتم این عدد زیاده واقعا لطفاً به این اسلاید ها نگاه بکنید که ببینید چقدر نموداری که داریم از این سقوط بهش نگاه میکنیم سریع‌تره، یعنی توی 3 روز 4 روز یه همچین چیزی شد در مقایسه با بحران قبلی که حدود 400 روز طول کشید و بحران قبلش حدود 664 روز طول کشید که انقدر سقوط بکنه. و سقوطش رو ما هنوز داریم میبینیم و به قول یکی از رفقا که نوشت من دلیل بود که این سقوط تازه اول کاره. نمودار خیلی یعنی هولاکیه برای کسایی که توی بازار بورس و توی سرمایه مالی دارن روش دارن حساب میکنن، یا الان دیگه حساب هم نمیکنن چون از بین رفته. نمودار بعدی این تئوریایی است که داده شده برای ریکاوری، یا این که موقعی که مثلا اقتصاد برمیگرده سر جای اولش. رضا پهلوی در همین
این نمودار، اینا الان با سه تا نمودار دارن بازی میکنن. اگر هم یادتون باشه رفقا دوستان، بحران 2008-2009 دوباره همین مطلب مطرح شد، یعنی سه تا نمودار دادن و این سه تا نمودار توی، اگه نگاه بکنید توی سلاید 10 من نشون دادم، یکی هست که بهش میگن، اینو من دارم دوباره می‌نویسم برای دوستانی که نمی‌تونن سلاید رو ببینن. یه دونه ویه، یه دونه یوه، یه دونه ال. وی ریکاوری یا یا دوباره برگشتن این اقتصاد سر جای اولش، یعنی میاد میرسه به یه تهی و ناگهان دوباره میره بالا. یو اینه که میرسه به یه تهی، یه مقدار طول میکشه، شاید مثلا 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه طول میکشه و اون یو معمولا ریسشنه، یعنی اگه 2 ماه 3 ماه طول بکشه، و ولی بعد اون 3-4 ماه میره بالا دوباره، میرسه به جای اولش. و ال ریکاوری که بدترین ریکاوری، یعنی خبر بدی هم هست در واقع، اینه که میرسه به اون نقطه خیلی خیلی پایین و همون نقطه پایینه که اقتصاد به همون شکل ادامه پیدا خواهد کرد، یا به قول اون پرواز نو ریکاوری، یا حتی ریکاوری نیست. حالا بعدا من یه توضیح مختصری میدم اینو برای اینکه بازار جهانی رو به شکل بحران یا سیستماتیک توضیح داد، اینطور میکنم کمک میکنه و حالا به اون خواهم رسید. ولی اگه نگاه بکنین بیشتر اقتصاددانای جدی، یعنی من منظورم این نیستش که اونایی که مثلا الان یه نفر نوشت یو ریکاوری، اونایی که به یو یا وی معتقدن، من نمیگم جدی نیستن، ولی ایدئولوژی به کنار گذاشته شده، اونایی که مقدار جدیان معتقد به این ال هستن، یعنی میرسه به یه نقطه خیلی پایینی و به همون شکل ادامه خواهد داد، مگر اینکه به قول خودشون، این لغتی نیست که من دارم استفاده میکنم بلکه اینا استفاده میکنم، مگه اینکه ریدیستریبیوشن بشین، یعنی یه بازنگری بشه یا بازپخش سرمایه بشه به یه شکل دیگه، سرمایه بازتوزیع سرمایه بشه، یعنی مثلا یکی از راه حلاشون اینه که اون اقشار بالایی تر خیلی بیشتر ازشون مالیات گرفته بشه از بالا و از زیر حقوقا هم بیشتر بشه، یعنی هم از بالا فشار بیاد هم از پایین فشار بیاد، که این یه بازتوزیع سرمایه میشه که میتونه یه ریکاوری رو نشون بده. معمولا اون کسایی که این نظر رو دارن کینزیان هستن، یعنی همون نظرات کینز رو ببخشید قبول دارن، چون معتقدن دولت باید دست ببره توی اقتصاد و این اقتصاد رو به حال خودش گذاشتن به اون شکل کمک نمیکنه، بلکه دولت باید وارد بشه و بازار، اون چیزی که نئولیبرالیسم بهش میگن بازار، نمیتونه به خودی خود توزیع عادلانه ای بکنه توی جامعه. من قبل اینکه پرواز جان، قبل اینکه به نکات بعدی برسم، اگه ممکنه یه بریک 3-4 دقیقه‌ای بگیریم میشه؟ اوکی. و من برمیگردم. اگرم واقعا اگه مطلبی هست، نکته‌ای هست، اگه مطرح بشه خوبه که من بتونم تو صحبتام بهشون اشاره کنم. ممنون فراز جان. مایک آزم بسیار خوب. عبدی عزیز، دوستان امیدوارم که صدای من
شنیده بشه. من نمیدونم اگه شنیده بذارم که صدا شنیده بشه. دوستان خسته نباشین. البته میدونین همی الان توی کلاس های آنلاین مسئله اینه که کسی که توضیح میده و مدرس هست یه دونه صفحه باز میکنه، مثل اینجا که خسته نباشی عبدی جان، مثل اینجا که شما دو میزنین اونجا این اسلایدار رو میتونه نشون بده، اما متاسفانه اینجا ما این کار رو نمیتونیم بکنیم. تنها چیزی که هست روی اون جایی که اسلاید ها هست، شما اگه من لینکش رو بالا گذاشتم نگاه کنین اون رو، اگه البته بازم میبینم که بعضی از دوستان میگن رو اون لینک میزنن نمیتونه این لینک، یعنی از پلتاک بیرونشون میکنه، چون یه سری چیزای اضافه به خدماتی که پلتاک میده اضافه میکنه و دیسکانکتشون میکنه. من قبل از اینکه یه فایل پخش کنم، ضمن خوش آمد به همه دوستایی که کم کم به ما پیوستن، مثل کردی عزیز، دیاروم، نجات و بقیه دوستان، من میکروفون رو به بهروز میدم ببینم اگر مسئله هست میخواد مطرح کنه. البته بهروز جان عبدی نیستش چون، ولی من میکروفون رو خدمت شما میدم، اگر مایل هستین صحبت کنین، تا بعدش من یه فایل میذارم که یه بریکی هم باشه. بفرما بهروز عزیز. مرسی روحش، من حرفی نداشتم، فقط میخواستم بگم که کل فایل به اصطلاح چی اوورهد رو، پاورپوینت و پی وی سی رو میتونین آنلاین بذارین. منتها من پیشنهاد میدم که نوع گوگلش رو آنلاین بذارین، چون دوستان باید همه اون برنامه داشته باشن. بسیار خوب بهروز جان، دوست عزیز من، خیلی ممنونم از راهنمایی، ولی در این لینکی که من گذاشتم به هیچ وجه لازم نیست که دوستان اینو دانلود کنن. یه مثل یه عکسه که میرن یکی یکی رو اینا میزنن و اون عکس رو نگاه میکنن، به صورت جی پیگ در اومده و اصلا لازم نیست که این دانلود بشه. به هر حال یه وقتی به روز جا من با شما تماس میگیرم این مسئله رو ما خودمون از نظر تکنیکی حل کنیم، بعد اینجا برای دوستان یه مقدار کار دشوارتر میشه، واسه همین من باتون تماس میگیرم یه بار که این مسئله رو چطوری بهتر بتونیم در اختیار دوستان بذاریم. ولی اون لینکی که من در بالا نوشتم و همینطور در تکس میزنم، فقط اگر روش مثل یه عکسه، فقط روش بزنن، اگر بخوان دانلود کنن میتونن رایت کلیک کنن بگن دانلود، ولی اگر نه میتونن به همین صورت مثل یه عکس نگاش کنن و همینیه که هست، بیش از این لازم نیست. به هر حال دوستان خسته نباشید، خیلی ممنونم عبدی جان، شما هم خسته نباشین، خوش آمدید. من اینجا یه قطع فایل پخش میکنم، بعد از اون عبدی جان اگر ممکنه وقتی مایکو میگیرین به طور خلاصه بگین که چی گفتین و هدف برای ادامه این جلسه چی هست، یعنی یه خلاصه ای از مطالبی که خواهید گفت و خلاصه ای که تا به حال گفتین به دوستان بگین که یه خورده بیشتر منم همینطور بیشتر متوجه بشیم. متشکرم. طبیعتا بحث خیلی مهمیه، دیتاهای خیلی خوبی، اعداد خیلی خوبی جمع آوری کردین و متشکرم که این وقت رو برای ما میذارین. پس با همدیگه به این فایل گوش میدیم. تشکر میکنم. متشکرم آقاب جان که شما هم اینجا هستین و در اداره جلسه همراه با بقیه کمک میکنین که بتونیم این جلسه رو به خوبی پیش ببریم. پس با هم گوش میدیم.
تختم دانه کرده کبوتر از تراوش باران می گریزم خورشید هستم با تمام غرورش پشت ابر سیاهی عاشقانه به گریه می نشینم من با قلبی به سفیدی صبح با امید بهارم میروم به گلستان همچو عطر عقابی لابلای درختان می نشینم باشد روزی به امید بهارم روی دامن صحرا دانه شیرن